توی جلسه قبلی دکتر هوبان داشت برای ما توضیح میدادش در مورد آیورویدیک مدیسین. طب آیورویدا. بله و رسیدیم به ابزوربشن. دقیقا. یا جذب. جذب شدن. یعنی تقسیم کردن به 6 قسمت مختلف که ما از ساعت 6 صبح تا 10 صبح گفتیم. 10 تا 2 بعد از ظهر هم گفتیم. 2 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهر هم گفتیم که ابزوربشن و زمانی که برای مطالعه است. حالا میرسیم به ساعت 6 تا 10. اون موقع زمانی هستش که آفتاب نور خورشید کم کم چی میشه؟ کم میشه. و ما هم اگه بخوایم خودمون به اون وقف بدیم، فعالیت هامون رو کم کم هی باید کم بکنیم. بله. یعنی مثلا دیگه فعالیت های خیلی زیاد، فعالیت های بدنی و یا غذاهای خیلی سنگین و یا مطالعات خیلی زیاد، یعنی همه چی ملو میشه، آروم میشه. بله. و به نظر شما الان این ساعت آدم چی بخوره؟ خب مثلا سبزیجات بخار شده. بله. خیلی گوشت و اینا نخوریم این موقع. گوشت و اینا اگر گوشت و اینا میخوایم بخوریم، البته من میدونم ما ایرونی عادت داریم شبا وعده اصلیمونو بخوریم، ولی خب از نظر هضم و جذب غذا خیلی ما آمادگی بیشتر هضم داریم در زمان بین مثلا 12 1 2 بعد از ظهر. بله. تا اینکه مثلا 7 و 8 و 9 شب. بله، بخاطر اینکه گوشتم خیلی، مرغ و گوشت خیلی طول می‌کشه. بله، و انرژی خیلی زیادی میخواد و ما باید وایند داون کنیم، یعنی آروم 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 بریم به طرف به پیشواز چی؟ خواب. و خواب زمانی هستش که به هر حال خورشیدم هی نورش کم و کمتر میشه، کم کم تاریک میشه و وقتی که هوا تاریک میشه اون سرتونین رو که گفتم صبح به بدن ما میگیره از طریق غده پینیل و پیتوتری و وارد بدن ما میکنه. بله. 7 رنگ مختلف میشه و غیره. همون سرتونین شب وقتی نور خورشید دیگه نیست و غیره و تاریک هوا تبدیل میشه به ملاتونین. ملاتونین چیه؟ هورمون خواب. هورمون خوابه که هر چی، پس یکی از نتایجی که ما میگیریم هر چی ما در روز بیشتر نور خورشید بهش اکسپوز بشیم یا در معرضش قرار بگیریم، شب چی میشه؟ بهتر میتونیم بخوابیم. چه جالب. خیلی برام جالب. اصلا این چیزی که شما میگین برای من خیلی جالبه، بخاطر اینکه جوری که من با دخترم هستم همینطوریه. این ساعت ها صبحونه میخوریم، این ساعت وقت خواب و دقیقا. این ساعت دقیقا. وقت وایند داون دقیقا. آروم شدن. بچه ها معمولا خیلی بله. بهتر از ما بله. ما چیزای اشتباه زیاد یاد میگیریم. بله. مثل اینکه ما همه عادت داریم، مادر پدرامون بهمون عادت دادن به این که یادمون رفته. خب حالا تا بعدن که بتونیم راجع به ده شب تا دو ببینیم ده شب تا دو چه اتفاقی برای بدن میفته. خیلی جالبه.